خداحافظی راول کاستروی 89 ساله با قدرت و واگذاری کرسی پرنفوذترین پست سیاسی کوبا به دیاز کانل، فردی که برای دهه‌ها یار غار فیدل و رأی انقلابی بوده. کانل 61 ساله در دو دهه گذشته پست فرمانداری ایالتی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت رئیس جمهور و نیز ریاست جمهوری را بر عهده داشته. حالا او در سخنرانی مراسم انتصابش به دبیر اول حزب کمونیست کوبا از وفاداری به میراث کاستروها و مشورت با راول در مدیریت کوبا گفت. رفیق راول، به نمایندگی از همکاران و مردم کوبا از استحکام و اعتمادی که به مردم نشان داده اید سپاسگزارم. پشتیبانی همیشگی شما به ما امکان میده تا امروز با اطمینان بتونم مسئولیتی که شما و فیدل کاسترو تا به اینجا به دوش کشیده اید رو بر عهده بگیرم. تغییری چشمگیر برای کوبایی ها که برای 6 دهه تنها چهره کاستروها را در رأس قدرت این کشور کمونیستی دیدند. این جانشینی اتفاق خوبیه و واقعا لازم بود. خیلی خوشحالم. دیاز کانل سیاستمدار خوبیه. او فرد بسته‌ای نیست و میتونه از پس اداره کوبای تازه بر بیاد. اما مدیریت کشوری که 60 سال در حصارهای بسته کمونیسم مانده کار آسانی نیست. دیدار چند سال پیش باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و راول کاسترو نتوانست یخ روابط با جهان غرب را آب کند. روابطی که میتوانست به کاهش بحران اقتصادی و ضعف توسعه یافتگی کوبا بیانجامد. موضوعی که شاید مورد توجه رهبر تازه حزب کمونیست این کشور است. اما برخی از کوبایی ها زیاد خوشبین نیستند. درسته که کاستروها دیگه در قدرت نیستند، اما من فکر میکنم که فقط چهره ها عوض شدن. چیز زیادی تغییر نخواهد کرد. نگرانی این شهروندان شاید بیجا نیست. کوبا با بحران اقتصادی، تورم بالا، نوسان نرخ ارز و تحریم‌های شدید آمریکا مواجه است. مشکلاتی که حل آنها به فضای باز سیاسی و اقتصادی نیاز دارد. دیاز کانل در حوزه سیاسی به الگوی تک حزبی وفادار است. اما در حوزه اقتصادی، اگرچه معتقد به الگوی اقتصاد سوسیالیستی کاسترو هست، اما در سالهای اخیر و در مقام ریاست جمهوری به گسترش محدود بخش خصوصی رضایت داده. تجربه کوبا نشان داده که انحصار قدرت میتواند به انزوای سیاسی و ورشکستگی اقتصادی بیانجامد. حالا کوبایی ها در آستانه افول عصر انحصار طلبی به آینده چشم دوخته اند. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.